سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت دست طلوع و طلوع نیز خوش آمدید. در آغاز سرخط. تأکید شانگهای بر بهبود اوضاع افغانستان. رئیس جمهور ازبکستان برقرار صلح و ثبات را در افغانستان یکی از اولویت های این سازمان می داند. ما طرفدار توسعه روابط سازنده با کابل در رابطه با اجرای تعهدات بین المللی که قبلا توسط دولت موقت افغانستان پذیرفته شده بود، از جمله در زمینه حقوق زنان و کودکان هستیم. خواست چین بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان. وزارت خارجه سوئیس گفته که افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت همکاری میکند. چین از ایالات متحده خواسته است تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به طور کامل آزاد کند و تحریم‌های یک جانبه در برابر افغانستان را هرچه سریع‌تر لغو کند. افزایش روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران. اما سفیر ایران در کابل میگوید که روزانه در حدود 6000 افغان وارد ایران می‌شوند. 5 سال ماندیم، 4 سال ماندیم، ما امروز دیگه تر نشد. پس میریم اونجا امروز تر نمیشه و رد مرز میشیم. پس میریم دوباره میریم، دیگه کار غریبی نیست اینجا. ما 3 دفعه ایران رفتم، یک دفعه رد مرز شدیم. و طوفان های زیانبار در کشورش. من سرگ سپهر با مشروع خبرهای ساعت 10. رئیس جمهور ازبکستان در نشست شانگهای برقراری صلح و ثبات را در افغانستان یکی از اولویت‌های این سازمان می‌داند. همزمان با این رئیس جمهور ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد. در همین حال نخست وزیر پاکستان می‌افزاید که برای بهبود وضعیت مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها به ویژه در زمینه آموزش، صحت و حقوق بشر با مردم افغانستان پشتیبانی شود. به روز جمعه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با حضور سران 15 کشور با تدابیر شدید امنیتی در سمرقند و ازبکستان برگزار شد. رئیس جمهور ازبکستان و رئیس دوره این سازمان در این نشست برقراری صلح و حمایت از بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی را در افغانستان از اولویت های این سازمان می داند. ما طرفدار توسعه روابط سازنده با کابل در رابطه با اجرای تعهدات بین المللی که قبلا توسط دولت موقت افغانستان پذیرفته شده بود، از جمله در زمینه حقوق زنان و کودکان هستیم. آقای میرزیایوف اعمال سیاست تحریم ها و انزوای بیشتر حکومت سرپرست را بر افغانستان سبب افزایش افرادگرایی در داخل افغانستان می داند و می افزاید که این کار افغانستان را بستر برای سازمان های تروریستی تبدیل خواهد کرد. همزمان با این شماری از کشورهای همسایه نیز در این نشست راه حل بحران کنونی را در افغانستان ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمامی اقوام می دانند. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که صلح پایدار در افغانستان راه حلی جز تشکیل دولتی فراگیر که برایند گفتگوهای اصیل بین الافغانی و با مشارکت تمامی گروه‌ها، اقوام و مذاهب باشد ندارد. تجربه‌های مانند افغانستان و سوریه باید مایه عبرت باشند. با وجود تلاش متحدان اوضاع در افغانستان تنش‌زاست و احتمالات حملات گسترده هراس‌افکنی وجود دارد. به خاطر دفع این تهدیدها ما به یک طرح استراتژیک متحد در برابر افغانستان نیاز داریم. در این نشست پیشنهاد شد که به گونه مشترک یک صندوق ویژه برای حمایت‌های بشردوستانه به افغانستان در شهر مرزی ترمز با استفاده از زیرساخت‌های اصلی مانند مرکز حمل و نقل و تدارکات موجود در آنجا ایجاد شود. وجوه این صندوق برای رفع بحران اجتماعی در کشور، اجرای برنامه‌های آموزشی برای جوانان و پروژه‌های در حوزه سلامت اختصاص می‌یابد. ما باید با هم کار کنیم و از همه ابتکارات خوب برای بهبود وضعیت مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها به ویژه در زمینه تعلیم، صحت و حقوق بشر پشتیبانی کنیم. تا زمانی که رهبران افغانستان و یا کسانی که در قدرت است معضلات و پراگندگی‌های داخلی را منسجم نسازند و ضعف خود را به قوت تبدیل نکنند، این کشورهای اول قدرت منطقه و جهان و
به نفع خود استفاده میکنند. حکومت سرپرست افغانستان هرچند روابط نیکی با روسیه و چین دارد، اما با آن هم هیچ نماینده از افغانستان در این نشست دعوت نشده است. پس از ایجاد صندوق افغان در سوئیس، چین از ایالات متحده آمریکا میخواهد که دارایی های افغانستان را به گونه کامل آزاد و تحریم های یک جانبه را در برابر افغانستان بردارد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید که آمریکا باید مسئولیت اصلی خود را برای بازسازی افغانستان بر عهده گیرد. از سوی هم وزارت امور خارجه سوئیس در اعلامیه گفته است که هدف از ایجاد این صندوق دریافت، حفظ و پرداخت جزی از دارایی های بانک مرکزی افغانستان است و سوئیس افغانستان را در میان مدت و دراز مدت کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به ایجاد صندوقی که به هدف نگهداری 3.5 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان ایجاد شده است میگوید که واشنگتن باید دارایی های افغانستان را به گونه کامل آزاد سازد. چین از ایالات متحده خواسته است تا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را به طور کامل آزاد کند و تحریم های یک جانبه در برابر افغانستان را هرچه سریع تر لغو کند. وزارت امور خارجه سوئیس در اعلامیه گفته است که صندوق افغان به هدف نگهداری از دارایی های افغانستان ایجاد شده و ژنو به آینده افغانستان متعهد است. در این اعلامیه آمده است که بخش از 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان برای ثبات اقتصاد کلان مانند پرداخت بدهی ها به سازمان های بین المللی و واردات برق استفاده خواهد شد. تدابیر حفاظتی قوی به خاطر جلوگیری و استفاده از این صندوق برای فعالیت‌های غیر قانونی ایجاد شده و صندوق افغان که حساب خود را نزد بانک تصفیه‌ای بین المللی BIS و یا Bank for International Settlement مستقر که در سوئیس است حفظ خواهد کرد. وزارت امور خارجه امارات اسلامی در بیانیه ایجاد این صندوق را غیر قابل قبول گفته است. در بخش از این بیانیه آمده است که اگر این ذخایر بدون در نظر گرفتن خواسته های مشروع افغان‌ها پرداخت شود، امارت اسلامی مجبور خواهد شد تمام افراد، مؤسسات و شرکت‌هایی را که این سرمایه‌گذاری غیرقانونی را تسهیل می‌کنند و به دنبال سوء استفاده از ذخایر بانک مرکزی هستند، جریمه کند و فعالیت‌های آنها را ممنوع کند. برخی از دانشجویان به این باورند که اگر دارایی‌های افغانستان در بخش کمک‌های بشردوستانه هزینه شود، میزان فقر را افزایش خواهد داد. نه تنها سقف فقر را در افغانستان کاهش می‌دهد، بلکه افزایش می‌دهد، چون پشتوانه پولی ما از بین می‌رود. اگر امروز به یک شخص غذا بدیم، فردا دوباره گشنه می‌شه، دوباره پس به مو منابع نیاز پیدا می‌کند. یک عضو شورای عالی بانک مرکزی که عضویت هیئت معتمدین صندوق افغان را نیز دارد، میگوید که باید این دارایی ها برای حفظ ارزش افغانی استفاده شود. من طرفدار آن بودم که ذخایر باید برای پشتیبانی از نقدینگی شدید و بحران پولی در افغانستان استفاده شود، یعنی برای بازگرداندن ثبات قیمت ها به گونه ای که افغان های عادی در موقعیت قرار گیرند که بتوانند احتیاج های اولیه خود را مانند نان، روغن خوراکی، شکر و سوخت را بپردازند. در حال حاضر دو کارشناس اقتصادی افغانستان، یک نماینده ایالات متحده آمریکا و یک نماینده دولت سوئیس، هیئت معتمدین صندوق افغان هستند. احمد مسعود در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی بر جستجوی یک راه حل سیاسی در افغانستان تاکید می‌ورزد. به باور او جهان باید با نخبگان افغانستان دور یک میزگرد بنشینند و درباره اوضاع کنونی گفتگو کنند. همزمان با این کابل میگوید که جنگ در کشور پایان یافته است و چهره هایی را که در این نشست شرکت کردند چهره های به اعتبار میداند. همزمان با این در دومین روز نشست زیر نام انسجام برای آینده افغانستان در شهر ویانا، شماری از شهروندان کشور در این شهر هم در مخالفت و هم در حمایت از این نشست گرد آمدند و شعار سر دادند. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران ادامه دارد. وزارت امور مهاجرین میگوید که در یک ماه گذشته
بیش از 5000 افغان از ایران به افغانستان برگشتانده شدند. سرپرست این وزارت روز پنجشنبه با سفیر ایران در کابل دیدار کرد و درباره وضعیت مهاجرین گفتگو کرده است. سفیر ایران در کابل میگوید که روزانه در حدود 6000 افغان وارد ایران میشوند. این پیرمرد که به ایران می رود میر علی نام دارد و باشنده ولایت بدخشان است. می گوید که نزدیک به 20 سال در ایران کارهای شاق انجام داده است و بیش از 10 بار از راه های قاچاق رفت و آمد کرده است. چند بار نیز به گونه اجباری از ایران اخراج شده است. 5 سال ماندیم، 4 سال ماندیم، اومدیم روز دیجا تر نشد. پس میریم اونجا روز تر نمیشه و رد مرز میشیم. پس میریم دوباره میریم. دیگه کار غریبی نیست اونجا. من 3 دفعه ایران رفتم. یک دفعه رد مرز نیم. دیگر علی عدسی مجبوری و همی کمبودی روزگار میریم دیگر. این در حالی است که در ماهای پسین شمار مهاجرانی که از ایران به گونه اجباری اخراج شده اند افزایش یافته اند. بر بنیاد آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ایران در یک ماه گذشته بیش از 50000 افغان را اخراج کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که سفیر ایران در کابل روز پنجشنبه با سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درباره اوضاع مهاجرین افغان گفتگو کرده است. از جانب افغانستان که وزیر امور مهاجرین در این ملاقات حضور داشتند، تاکید صورت گرفت که برای هموطنان برگشت کننده ما در داخل افغانستان، کشورهای همجوار ما بخصوص ایران در قسمت اشتغال از اینا، در قسمت ایجاد فرصت کار در داخل افغانستان همکاری صورت بگیرند. فعالان حقوق مهاجران نیز نگران اوضاع پناهجویان افغان در ایران و اخراج اجباری آنان از این کشور هستند. با اتمام طرح سرشماری مهاجرین فاقد مدرک در ایران، روند اخراج‌های اجباری مجدداً آغاز شده است که این موضوع مهاجرین را با چالش‌های مختلفی مواجه ساخته است. بنابراین این مسئله می‌طلبد تا جامعه میزبان و سازمان‌های بین‌المللی در بخش ساماندهی اتباع غیرمجاز همکاری‌های بیشتری نماید. سفیر ایران در کابل میگوید که روزانه در حدود 3000 افغان به گونه غیرقانونی و همین اندازه با ویزه وارد ایران میشوند. به گفته این دیپلمات ایرانی، بیشتر کسانی که از راه‌های غیرقانونی به ایران میروند با خطر قاچاق انسان و کمبود خدمات روبرو هستند. برخی از رانندگان در شهر کابل از جریمه‌های شهرداری کابل انتقاد دارند. این رانندگان میگویند که روزانه از توقف در کنار جاده‌های شهر کابل جریمه می شوند و نمی دانند که پول این جریمه ها به کجا می رود. مسئولان شهرداری کابل می گویند که در کنار برخی از جاده ها توقف گاه ها ایجاد شدند و رانندگان بیرون از این توقف گاه ها نباید موترهایشان را توقف بدهند. برخی از رانندگان می گویند که شهرداری کابل از توقف موترهایشان در ایستگاه ها و جاده ها پول می گیرد و زمینه را برای کاربار آنان تنگ تر ساخته است. این رانندگان انتقاد دارند که در هر بار توقف از آنان 30 تا 50 افغانی گرفته می شود. بعض نقاطی که ما استاد می کنیم یک سواری که دست می گره همو لحظه بیادن می دوند بگن پیسه بته یا دیگه یا پارچگک می تیمه تانه. مشکلات ما زیاد است. بر ما روزانه 30 افغانی پارچه می ته بردم 20-20 روپای که را می ته واسه نداره 30 روپای به تا تیلم قیمت استم. در همین حال شماری از باشندگان کابل به این باورند که جریمه های شهرداری کابل سبب نظم شهری می شود. از نظر من خود پارچه دادن در این وقت بسیار خوب است. وقتی که بی نظمی بی حد و بی اندازه زیاد شده متوانان نظم هیچ روایت نمی کنند. در مقابل کسایی که پیسه جمع می کنند حتما برشان گفته شده و کوشش کنند اون را بتن موترشان هم دامن محافظت می باشه و دلشان هم جمع می باشه. دیگه فایدهش برای دولت خود ماست. روزانه روز 30 پارچه هم میشه، 25 تا هم میشه، 35 تا هم میشه. 2.5 ساعت ماش خود ما رو میریم دیگه به حق دولت است. با این حال مسئولان شهرداری کابل میگویند که پول جریمه توقف بیجا در شهر کابل در پروژه های توسعه‌ای هزینه می شود و این نهاد در کنار برخی از جاده ها پارکینگ موتر ایجاد کرده است. هدف اصلی که داری است که ما بتونیم هم سکتور خصوصی را در همین موارد اقتصادی شهر کابل دخیل بسازیم و هم یک نظم را در شهر وجود بیاریم و در این حال تمام و عوایدی که جمع‌آوری میشه از این راستا مثل دیگر عواید شهرولی کابل که عواید داخلی ما هست صرف اعمار و پروژه ها میشه. شهرداری کابل از درآمدهایش پروژه های زیربنایی در شهر کابل را عملی می کند و انتظار می رود در سال روان هجری خورشیدی شماری از پروژه ها در شهر کابل عملی شوند.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ میگویند که میزان حاصلات هنگ در این ولایت کاهش یافته است. رئیس زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت خشکسالی را عامل کاهش این نبات در کشور می‌داند. در همین حال شماری از کشاورزان خواهان کمک از سوی مسئولین حکومت سرپرست و نهادهای امداد رسان هستند. کشتزارهای هنگ که حاصلات آن به دلیل خشکسالی نسبت با سالهای پیش کاهش چشمگیری داشته است. این نبات طبی کشور پس از 4 سال برداشت می شود و مهمترین بازار آن هند است. مشکلاتی که ما داریم در سولر است، از چاس، کدام کمک است، کدام مرجع با ما نشده. این سال اینجا کمی تفاوت حاصلات گرفته نتانستیم. از تاجران ما خواهش میگیریم که زمینی همی زراعت و زمین چیزا را فراهم بسازن به کسایی که اهل کار است و باید این کار مشتاق شوند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ خشکسالی را بزرگترین چالش فراراه نبات طبی هنگ میدانند. امسال از سال گذشته حاصلاتش زیاد نشده، چون که امسال کمی گرمی آمده، خشکسالی هم کمی تاثیر خود داشته. از سوی هم برخی از آگاهان در بخش کشاورزی کشت نبات هنگ را بدیل خوب برای کشت مواد مخدر می دانند. این تاثیر فوق العاده سر اقتصاد دیاقین و جامعه بسیار زیاد دارند. اگر ما از یک گرم زمین 20 کیلوگرم یا حداقل 10 کیلوگرم هم اگر هنگ ما برداشت بکنیم، باز هم نسبت به دیگر نباتات ما بسیار پیش است. خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب های پسین شمار از کشاورزان را زیانمند ساخته و اکنون از نهادهای مدد رسان خواستار کمک هستند. ادامه خبر 10 پس از وقفه. باز هم خوش آمدید. سفارت آمریکا برای افغانستان اوضاع خبرنگاران افغانستان را نگران کننده گفته و افزوده است که خبرنگاران با تهدید فزاینده، آزار و اذیت و برخورد بد فیزیکی روبرو هستند. در همین حال رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که تهدیدها، خشونتها و نداشتن دسترسی به اطلاعات از مسائلی هستند که شماری از خبرنگاران با آنها روبرو هستند. از سوی دیگر امارت اسلامی گفته های سفارت آمریکا را رد میکند و میافزاید که با هیچ خبرنگاری خشونت نشده است. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، در روز جهانی مردم سالاری از اوضاع خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده است و در صفحه توییترش نوشته است که خبرنگاران افغان با تهدید فزاینده و برخورد بد فیزیکی روبرو هستند. رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز میگوید که در سال گذشته بیش از 130 مورد خشونت خبرنگاران را ثبت کرده است و شمار زیاد رسانه‌ها از وضعیت بد اقتصادی مسدود شده اند. ما بیش از 130 مورد بازداشت‌های موقت و لتوکوب و انواع مختلف مشکلات در برابر خبرنگاران را ثبت کردیم. مشکلات اقتصادی شدیدتر ای جامعه رسانه را آسیب رسانده. زمان گفتن داده چی رسانه او تا که امکانات پا لحظ که نور کول کی یا املاتر نکی گی حد یقل پا دغسی مواردی که باید رسانه خپل کار تپری خودل شوی. از سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این میگوید که چنین مسائل واقعیت ندارد و قانون رسانه ها در حال نهایی شدن است. خبر ما نتایده بوده خب دی واقعیتون خلاف دی افغانستان که لزګونه رسنۍ د اوس فعال دي په تیر یو کال کې د هیڅ یو خبرنگار سره د وضعیت نه څه خدای مکر چې چا دې مرګزوب له سبب سي او البته رسنۍ په خپل چوکاټ کې آزاد دي او قانون د رسنۍ دغه هم د نهایي کېدو په حال کې ده. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در حالی از اوضاع خبرنگاران نگرانی کرده است که گزارشگران بیمرز در گزارش تازهش گفته است که در یک سال گذشته بیش از 40% رسانه ها تعطیل شده اند و 80% زنان خبرنگار و همکار رسانه ها بیکار شده اند. میان برنامه کوتاه. به ادامه خبر 10 خوش آمدید. بیش از 800 فارغ صنف 12 در یک آزمون انستیتوت خصوصی طبی در ولایت کندهار شرکت کردند. در این آزمون رقابتی 300 دختر نیز شرکت دارند و انتظار می رود برخی از بانوان در بخش های قابلگی، پروتز دندان، آزمایشگاه و فارمسی آموزش ببینند. شماری از شرکت کنندگان این آزمون از امارت اسلامی می خواهند که مکتب های دوره متوسطه و لیسه را بر روی دانش آموزان باز کند.
اینجا بیش از 850 تن از فارغان صنف 12 هم که 300 تن آنان دختران هستند در یک آزمون انستیتیوت طبی در کندهار شرکت کرده اند. این شرکت کنندگان در بخشای نرسنگ، قابلگی، پروتز دندان، لابراتوار و فارمسی آموزش خواهند دید. زنان ډیره خوشاله يم چې ما په کانکور کې ګډون کړی دی او زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم. زه ډیره خوشاله يم چې رالم د کانکور ازموینې ته مې امتحان ورکړ او هیله لرم چې په راتلونکي کې په لور لیر پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې زموږ هیوادوالو ته خدمت وکړم. برخی از شرکت کنندگان این آزمون از امارت اسلامی میخواهند تا هر چه زودتر دروازه های مکتب های دختران بالاتر از صنف 6 را بر روی دانش آموزان بازگشایی کنند. دین چون تعلیم په دې خاطر مهم دی چې افغانستان خلک شوزه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري. اسلامي امارات خو موشتر نه ده، هیله مو ده چې ژر تر ژره دې افغان انجینر لپاره د شپږم ټولګي پورته د دولسم پر دي ذکر ته اجازه ورکړي. از سوی هم مسئولان بهداشتی کندهار میگویند که با آموزش و پرورش افراد مسلکی چالش های بهداشتی در بخش های دوردست این ولایت برطرف و مرگ و میر مادران نیز کاهش خواهد یافت. موږ امید لرو چې د دغه سې ځوانانو او خویندو په برکت باندې به هلته چې کومې روغتیایي ستونزې دي د دې په مټ باندې به هغه خالیګاوې ډکېږي. د هغو خویندو دپاره چې مکتبونه یې بند دي، د حکومت څخه خواهش کوو چې مکتبونه یې ورته ایله کړي. با گذشت بیش از یک سال هنوز هم دروازه های مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. هرچند امارت اسلامی بارها گفته که به زودی مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم را بازگشایی می کند، اما تا هنوز به این تعهدشان عمل نکرده اند. وقفه کوتاه. نشست دو روزه سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه به پایان رسید. جزئیات در گزارش. سمرقند میزبان نشست همکاری های شانگهای با حضور رهبران و نمایندگان 15 کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر به تاریخ 15 و 16 اگست بود. ما اینجا جمع شدیم تا در مورد چهار موضوع یا بیشتر از آن امروز بحث کنیم: امنیت و چگونگی مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی، چالش های ایجاد شده اقتصادی به دلیل همگیری کووید 19، بحران افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی. اشتراک کنندگان این نشست روی موارد مختلف از جمله چالش ها و همکاری های منطقوی گفتگو کردند. ما آماده همکاری با تمام جهان هستیم. ما در حل بحران کمبود انرژی و مواد غذایی که در جهان به وجود آمده کمک خواهیم کرد. در سالهای اخیر چند جانبه گرایی سیاسی و اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته است. دولت آمریکا در صدد قبولاندن خواستها و قوانین داخلی خود در سطح بین المللی است. همزمان در این نشست روی درگیری های مرزی میان آذربایجان و ارمنستان که اخیراً سبب کشته شدن 170 نظامی شده بود بحث شد. آذربایجان یک معاهده صلح با 5 اصول اساسی مبتنی بر رسمیت شناختن متقابل حاکمیت و تمامیت ارضی را به ارمنستان ارائه کرده است. اکنون باید کار روی پیشنویس توافقنامه صلح بدون پیش شرط و تأخیر آغاز شود. این سازمان در سال 2001 میلادی به رهبری چین و روسیه پایه‌گذاری شد. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. از همراهتان سپاسگزارم. وقتتان بخیر.